پنتکاست که به یونانی همون پنجاه هم و اشاره به پنجاه روز بعد از عید فسح هست یعنی پس از مرگ و قیام عیسی مسیح که در آن روز قوم یهود مطابق شریعت خود اولین محصول رو حالا برفرض بگیریم گندم رو درو شده را به خداوند تقدیم می کردن. که به عید هفته ها نیز مشهور هست در کتاب های لاویان باب 23 و تصنیه باب 16 اشاراتی شده و ما در اعمال رسولان باب یک چهار الا پنج از فرمایشات خداوندمون عیسی مسیح که با شاگردان سخن میگفت میشنویم که اعلام میکنه و چون با ایشان جمع شده ایشان را قدغن فرمود که از اورشلیم جدا مشوید بلکه منتظر آن وعده پدر باشید وعده‌ای که ما میبینیم در چهار انجیل هست به طور خاص در انجیل یوحنا باب چهارده که از من شنیده اید. یعنی از عیسی مسیح شنیدم زیرا که یحیا به آب تعمید میداد لیکن بعد از اندک ایامی به روح القدس تعمید خواهید یافت یعنی قوته بر شدن یعنی آمیخته به روح خداوند و مجهز شدن به ذات الهی خدا اما سوالی که از این هست که اساس این که یک انسان می باید از روح القدس تعمید بگیره چیست و چرا؟ در کتاب مقدس در همون ابتدا کتاب پیدایش اشاره به این میکنه که هدف خلقت این بود که انسان شکل خدا بشه و از آنجایی که همه به خوبی میدانیم که خدا روح هست پس بنابراین فقط به توسط روح خداست که ما میتوانیم صد در صد تضمین ایمان رو داشته باشیم نسبت به شناخت خدا و نیز در این مسیر قدم برداشتن که شکل او بشیم و این اعتماد رو فقط که به ما میده و این درک رو به ما میده بازم مطابق انجیل یوحنا 14 26 من فقط اشاره میکنم آیات رو نمیخونم به خاطر اینکه وقتمون کم هستش حقیقت رو ما بیشتر درک خواهیم که به توسط روح خدا روح القدس باز مطابق انجیل متا 16 17 انجیل یوحنا 15 26 روح خدا در انسان مانع اشتباهات و گناه او میشه باز مطابق انجیل یوحنا 16 7 و 8 همه اینها دال بر این که من تشنه پند و نصیحت روح القدس باشم من با خدا در تماس باشم نه اینکه مثل یه نویگیشن جلوت میگه نه نه رو باید نویگیشن رو روشن کنی باید گوش کنی باید بهش اعتماد داشته باشیم اگر بهش اعتماد نداشته باشیم مسلما ما حتی اگر روح القدس هم داشته باشیم نمیتوانیم چون خود محور هستیم نه اینکه از روح القدس بنا بشیم و از او بیاموزیم روح خدا در انسان باعث رابطه و دعا در حضور خدا میشه به طریق قلبی و نه جبری و نه مذهبی و نه تحمیلی بلکه مطمئن هستش که وجود او از محبتی پر شده که عاشق خداست خدا رو توی زندگیش اول قرار داده اولویت خود خدا از خدایی که میشناسه نه خدایی که ازش میترسه خیر خدایی که عاشقشه خدایی که میدونه به او جانی رو داده جهانی رو داده برای اون برنامه داره همسری داده فرزندانی داده کاری داده خدا داده ولی بالاتر از همه اینها نجات و رستگاری رو داده آمی. که به توسط یگان پسرش عیسی مسیح اومده این رو کاملا درک میکنه حبیب هرگز نخواهد بود مطابق رومیان 826 روح خدا دلگرمی ما و قوت قلب انسان در زمان سختی ها چون محبت خدا را که در ما دلیل اعتمادی و ایمان می باشد و جاری می سازه باز مطابق نامه رومیان پنج پنج که اشاره می کنه. در کتاب خروج 35 و پنج سی به بعد می بینیم که یاران موسا به توسط روح القدس حتی دارای استعداد و هنری شدند که توانستند خیمه خداوند رو بسازند. بله روح القدس به ما میاموزه در جمع شما یکی دو نفر هستن گواهی دادن به من که برای اختراع دستگاهی دعا کردن خدا بهشون داد حالا اون دو نفر اگر دوست داشتن دستاشون بره بالا اگر دوست دارم بگم میدونم که در جمع من هستن این گواهی به من داده شده دارن. پس خدا این رو میتونه بده حتی اگر شما توی مشکلات و سختی ها قرار میگید روح القدس به شما این رو میگه که چگونه از اون مشکلات رهایی پیدا کنید پس چیز بعیدی نیست و این روح خداست که اومده به ما این قوت رو بده هرچند روح خدا همه جا هست اما در وجود همه قرار نمیگیره در وجود کسی هست که طالبشه وجودش رو تقدیس کرده پاک شده چون قرار روح خدا در اون بدن نیست قرار بگیره اما میدونیم روح خدا همونه که داوود هم در مزمور 139 اشاره میکنه میگه هر کجا که میرم روح خدا هست همه جا روح خدا هست اما خوشا به حال کسی که این روح خدا روح القدس رو میتواند داشته باشه خود شاگردان عیسی مسیح نیست تجربه کردن زمانی که مسیح بر اونها دمید ما میبینیم این اتفاق در کتاب پیدایش نیست باب دو پیش میاد که خدا بر آدم و حوا میدمه و اونها از روح خدا پر میشن و مسیح هم همین کارو کرد با شاگردان اما روز پنتیکاست دو هزار سال پیش بر همه دمید بر تمام اونهایی که مشتاقش هستن 500 نفر صدای خداوند رو شنیدن اما 120 نفر فقط در اون بالاخانه بودن و خیلی مهم هست بیستیم با غیرت همون کلام خدا میگه با تشنگی بیستیم تا از روح القدس پر بشیم و این برکتی که کمک ما خواهد کرد تا ما به شباهت خدا بشیم نامه اعمال رسولان در 28 بابش گواه بر این هست که هر کس به مسیح ایمان می آورد یعنی روح القدس رو داره و وقتی که روح القدس رو داره یعنی در از قوت خدا در او هست روح خداوند وجود او رو گرفته و به هویت اصلی خودش که در باغ عدن داشت او نیز برگشته که در حضور خدا همیشه باشه و این هدف خلقت رویای خدا بود و هست از این رو در عهد عتیق همچون کتاب هایی مانند یوئیل دو بیستا هشت بیستا نو ارمیا سی و, یک سی و, چهار سی و شیش داره دقیقا در این رابطه صحبت میکنه و همچنین در عهد جدید در چهار انجیل مسیح به شاگردان مدام وعده روح القدس رو میده تا بتونن به توسط روح القدس از ذات محبت عدالت رحمت و حکمت او پر بشن و با او نیز زندگی کنن زندگی که میتونه کمکش کنه به طور خاص محبت کلام خداوند اعلام میکنه در روزهای آخر محبت در جهان کم خواهد داریم میبینیم قوانین خشک عیسی مسیح آمد نه که شریعت رو باطل کنه ولی قوانینی بود که این قوانین رو محکوم میکردش اجازه نمیدادن که اون رابطه آشخانه رو با خدا داشته باشن مسیح آمد روح القدس رو داد تا نه اون قوانینی که ما فکر میکنیم خیلی سخت هست بلکه قوت روح القدس بر فکر و دل و احساس ما عمل کنه ولی قوانینی الان هستن که به طور خاص بین زن و شوهرها قانون های سختی رو میذارن که گویا از همون ابتدا آن چهارراه اصلی عشق و احساس و محبت رابطه زن و مرد رو اینها قطع میکنن که فقط قانون سخت باشه ولی محبتی که مسیح میده محبتی هستش که بلا عوضه عاشقه دوستمون داره اون ما رو دوست داره آمین اون جهان رو دوست داره همین الان مردم گناهکارم خدا دوست داره گناهشون رو دوست نداره اما اونها رو دوست داره عاشق اونها هستش عاشق من و تو هستش حتی اگر الان در اشتباه ایستادید خدا عاشق تو هست و خدا به ما ابزار کینه و نفرت رو نمیده ابزاری به ما نداده که درش قصاص باشه دیگه انتقام درش باشه مردی که در لحظه های آخرش داشت فوت میکرد رو میکنه به همسرش میگه بیا میخوام تو این لحظه های آخر اعتراف کنم زن میاد میگه نه خودت اذیت نکن نمیخواد بگی دیگه اینقدر مرد اصرار میکنه میگه خب باشه بگو میگه راستیتش تو این سالها من به تو هم خیانت کردم من یه زن دوم هم داشتم میگه من اتفاقا امروز متوجه شدم ولی خودت اذیت نکن اون آرامش داشته, داشته باش تا این داروی مرگ موش به خوبی کار خودشو بکنه <applause> از این محبت ها هرگز مسیح نمیخواد ما داشته باشیم محبت بلاوز که درش درک درست هست بریم با همدیگه از انجیل متا 3.11 11 12 رو بشنویم عزیزان اگر برشور ندارید دستاتون بره بالا کسایی که برشور ندارن دستاشون بره بالا انجیل متا یازده الا دوازده جا داره سپاسگزار باشم از مازیار عزیزم خوهرکاترین عزیزم برای این بوشیرهایی که روش رو درست میکنم سپاسگزار هستم از پرویز عزیزم که زحمت این بورشورا رو میکشن همیشه سپاسگزار هستم و صدا و سیما که در اون انتها هستن یه دست بزنید براشون بله بفهم من شما رو به آب به جهت توبه تعمید می دهم. پس توبه باید باشه تقدیسی باید باشه بله لکن او که بعد از من می آید از من تواناتر است که لایق برداشتن نلن او نیستم او شما را به روح القدس و آتش تعمید خواهد داد آمین این وعده خداوند هست این وعده هست که خدا داده حالا دستاش دراز کرده داره میگه بفرمایید شما باید دست دراز کنی بگیری این کاری که الان من انجام دادم از شما عزیزان خواهش کردم برای هم دعا کنید باور بفرمایید این جزء برنامه امروزه من نبود هرگز این جزء برنامه روح القدس بود و خوشا به حال شما گرفتید بگیرید بگیرید و این رو ادامه بدید زن و شوارا توی خونه برای هم دعا کنید برای پوری روح القدس برای برکتی خدا بهتون داده بله او قربال خود را در دست دارد و خرمن کوپا کرده گندم خیش را در انبار ذخیره خواهد نمود ولی کاه را در آتشی که خاموشی نمیپذیرد خواهد سوزانید آمین پس از روح القدس پر شو پر شو چرا که باید به توسط همین روح جاودانه باشی ما همه انسان ها روح داریم همه انسانها روی زمین روح دارند اما این روح در گناهه ولی وقتی که ما تقدیس میشیم روح ما نیست پاک میشه این روح القدس هست که پیوند میخوره روح خداست پیوند میخوره و اگر رسول هزار سال دیگه خدا نکنه مرد بعد من اول گفتم خودم مرد این روح القدس هست که روح رسول رو میبره پیش خدا و دیگه سردرگم نیست توی مذهب این روح سردرگمه عالم برزخ هم براش درست کردن یه جهنم من براش درست کردن ولی کسی که مسیح ایمان می آورد چون پیوندش با روح القدس هرگز اون نمی میره برای همین هستش که کلام خدا نمیگه ایمانداران می میرن ما نمیر المومنینی میریم در حضور خداوند آمین میتونید برای این قصدان دست بزنید برای جلال خداوند ما به خوبی میدانیم که به توسط روح القدس ایمان میاریم از همان ابتدا ایمان روح القدس در وجود ما و قلب ما هست اما کلام خداوند مطابق نامه رومیان 14 و نامه افسوسیان 5 18 اشاره میکنه که پیوسته از روح القدس پر بشید درست خیلی ساده است مثل که ما برفرض به یه نفر بگیم تو باید همش نفس بکشی تو باید آب بخوری تا جسمت در سلامتی باشه اگر ما به مسیح ایمان آوردیم باید از روح القدس پر بشیم برای همین به طور خاص خادمین رو تشویق میکنم از قوت روح القدس پر شو بد بیا اینجا بعد اون قسمت باش چون به تو حمله میکنه شیطان شیطان هم روحه و تو نمیتونی اونو لمسش کنی ببینیش ولی داره تو زندگیت همش بهت حمله میکنه از روح القدس پر شو از قوت روح القدس پر شو تا خداوند به تو یاد بده چگونه در برابر حملات شریر نیز بیستی نام اول قرنتیان دوازده یک یازده به ما نیز این هوشیاری رو میده که روح القدس به ما عطایایی میده مانند کلام حکمت کلام علم عطای ایمان های شفا قوت معجزات نبوت تمیز ارواح اقسام زبان ها حالا چه زبان فرشتگان چه زبان بیگانه و ترجمه زبان ها این رو داره میگه اما گاهی هست چون من دارم و نمیدونم دارم و استفاده نمی کنم و دارم نمیدونم نمیدونم چی کار بکنم و اصلا دنبالش نرفتم شک میکنم و بعد نگران هستم میگم نکنه من گناهکارم چه دو فلان برادر عطای شفا داره عطای بشارت داره عطای نبوت داره برای چرا من اصلا هیچ کاری نمیتونم بکنم داری حتما داری فقط آکبن گذاشتیش تو قفسه قلبت استفاده ازش نکردی کلام خداوندم میگه میگه نور را پنهان نکنید چرا نور را پنهان میکنید بذارید رو بالاترین قسمت زندگی تو روی کوها قرار بدید تا این نور همه جا رو روشن بکنه داری اما مشغوله خیلی مشغول شدی و من اوایل ایمانم با توجه به اینکه عطای نبوت رو داشتم اما زبان ها رو نداشتم و همیشه فکر من این بود که یا من لایق نیستم یا اینها جز خرافاته و نمیتونستم بپذیرم و جالب اینجا بود من افراد رو بشارت میدادم وقتی بشارتشون میدادم جلسه دوم سوم من برای اینها ساده دعا میکردم اینها شروع میکرد بدنشون گرم شدن و یه دفعه به زبان دعا میکرد و منم نمیفهمیدم حالا یا زبان فرشتگان یا زبان بیگانه دعا میکردن و این بدتر شده بود برای من شرایط بدتر کرده بود چون اونها هیچ اطلاعی هم نداشتن ولی قلبا از خدا میخواستم حتی با معلمم سر این موضوع بحث میکردم چون درک نمیکردم بحث می‌کردم ولی قلبا از خدا خواستم خدایا اگر حقیقت داره برای منم اینو مکشوف کن یک شب خب من معمولا کارم بیزینس آزاد داشتم دیر وقت میرفتم خونه ساعت 11 12 و باید تا ساعت دو هم جانم کمک می‌کردن دستمونو اونو پولی می حتی بعد می دست پولی مورو تا دو ساعت هم پولا رو بسته بندی که من صبح برم بزنم توی بانک یک شب ساعت دو نصف شب که رفتم بخوام روح القدس با قلبم صحبت کرد که برم در حضور خدا دعا کنم خب این تجربه رو داشتم اما اون شب واقعا انقدر خسته بودم نمیخواستم این کار کنم ولی اونقدر ملزمم کرد که من بلند شدم و رفتم دعا کردم و انقدر خسته بودم نمیدونستم چی باید بگم فقط گفتم خدایا شکرت میکنم که یک بار متوجه شدم گویا یک مثل یک سشاری که ای چنین دهنی داره بالای سر من داره گرما به من میخوره و من ناخداغا به زبانی که دیدید که این موقع دعا میکنم دعا میکنم به این زبان و شروع کردن به این زبان دعا کردن اما در همون زمانم هم فکر من این بود زهره جان نترسه چون داد میزدم جالبه طبقه پایین ما یه خانومی بود که سن بالایی داشت این اصلا هیچ موقع از خونه نمی رفت بیرون حتی یه چیزی هم میخواست یا به زهر جا میگفت بره بخره یا من میرفتم میگرفتم اصلا از خونه نمی رفت بیرون مهمانی هم میرفت می بلا فاصله ساعت هشت نوه شب اونجا بود خونش بود و جالبه که اون شب این نبود و من داد میزدم ما وقتی یه طبقه دوم بودیم می میزدیم این در اتاق ما رو میزد میگفت حالتون خوبه حالا من نگران این بودم ولی نمیدونستم ایشون نیست نگران زهره جانم بودم که دو سه ماه ساحل جان رو حامله بودش که من دارم داد میزنم به زبان ها و نمیدونستم دارم چی میگم ولی حس خوب و عجیبی داشتم که بعد از فکر میکنم 20 دقیقه این دعای من که تموم شد من نگاه کردم زهره جان کنارم نشسته و داره گریه میکنه گفتم زهره جان من نمیدونم چه زهره گفت نسیمش به منم خورد عزیز این مال 2000 سال پیش نیست مال الان هم هست مال الان هم هست برای همین هست کلام خدا میخواد ما عطای ترجمه هم داشته باشیم که بدونیم که داریم چی میگیم اما نمیتونیم کلام خدا میگه زبانها رو من نکنیم حتی در دعا کردن در کنار اینکه اعلام میکنیم و پس ما باید در این مسیر از خدا بطلبیم وقتی از خدا بخوایم خداوند ما رو برکت میده لطفا توجه هم داشته باشیم در حین درخواست قلبی هر روزه برای پری روح القدس برای داشتن عطا این رو بدونیم که پری روح القدس فقط داشتن عطایا نیست که من بگم عطایایی که دارم نشان دهنده پری روح قدس بلکه قوته بر شدن همون گونه گفتم در چهار ذات مشخصه خدا که ما به چهار ذات مشخصه خدا اشاره می کنیم محبت بگیم عدالت برابر حکمت برابر حكمت. رحمت ما به توسط روح القدس دارای این ویژگی های روح القدس خواهیم شد نکته دوم که میخوام درباره اش صحبت کنم این هست هیچ کجای کلام خدا نوشته نشده که کسی که عطایای روح را ندارد و یا داره و نمیدونه و یا داره و از اون استفاده نمیکنه اون حلاک خواهد شد ما چه این چیزی نداریم اینم لطفا بهش توجه کنیم اما سراسر عهد جدید به طور خاص در نامه اعمال رسولان ما میخونیم که رسولان مدام دارن اعلام میکنن اگر اسیر گناه هستی بعد از ایمانت روح القدس داری اگر اعمال و رفتار تو گناه آلود هست روح القدس رو داری هنوز کاملا تسلیم اون نیستی این رو بدون اگر زندگی ما در مسیر گناه بره جلو ما حلاک خواهیم شد میگیم چرا؟ پولس رسول این گونه میگه چون اول قرنتیان 316 الی 17 میگه آیا نمیدانید که شما معبد خدا هستید و روح خدا در شما ساکن است آیا میدونید اینو یا نه آیا جدا این رو میدونید؟ من یه بار دیگه میخونم اونایی که میدونن آمین میتونن بگن آیا نمیدانید که شما معبد خدا هستید؟ و روح خدا در شما ساکن است؟ آمید. اگر کسی معبد خدا را آلوده سازد خدا او را تباه خواهد ساخت پس باید موازه رفتار اون باشیم سخنانمون هنوز از این دهن قیبت میاد بیرون دروغ میاد خشم و عصبانیت نگاهامون جای اشتباه داره میره رفتار و اعمال اون جایی که باید باشیم نیست اینو بدون بدن تو بدن خدا شده و خداوند میخواد که ما این بدن رو پاک نگه داریم ای به حج رفته کجایی کجایی معشوقه همین جاست بیایید بیایید این برای ما گفته مولوی خدا او را تباه خواهد ساخت زیرا معبد خدا باید پاک و مقدس باشد و آن معبد خدا شما هستید حالا بگید آمین و در انجیل متا هفت بیست و یک اشاره میکنه عجب سخنی میگه من هر بار میخونم باور کنید توبه میکنم چون میدونم که منم اشتباه میکنم منم گناه میکنم درست کشیشیم ولی آدمی ما هم اشتباه میکنیم ما هم گناه میکنیم میگه نه آن که مرا خداوند خداوند میخواند چه کسی میگه مسیح خداست کسی که روح القدس داره و میگه نه آنانی که معجزه میکنن نبوت میکنن مرد زنده میکنن میتونن در حضور خداوند باشن بلکه آنانی که اراده پدر منو انجام میدن یعنی عطایا کمک نمیکنه عزیزان حتما عطایا رو با غیرت به طلبی. اما عطایا به شما کمک نمیکنه شما رستگار بشید عطایا به من و شما داده شده تا نام خدا رو جلال بدیم و آنچه را که خدا میده نمیگیره به من و تو داده پس هوشیار باشیم فخر ما عطایامون نباشه فخر ما نجات و رستگاری و روح القدسی که در ما هست باید باشه پس این هوشیاری ما میبینیم که کلام خداوند پیوسته به ما میده تا زندگی پاک داشته باشیم همان گونه که شاعر میگه افسوس که عمر خود تباهی کردم صد قافله گناه راهی کردم در دفتر ما نمان یک نقطه سفید از بس به شب و روز سیاهی کرد بریم با هم دیگه نامه غلاطیان 5 16 الا 26 رو نیز بشنویم اگر کسی برشور نداره لطفا دستش بره بالا اما میگویم به روح رفتار کنید پس شهوات جسم را به جا نخواهید آورد یعنی کاملا آنچه که روح القدس هدایت اون میکنه وسوسه میشیم خسته میشیم موقعیت زندگی میخواد ما رو بترسونه اگه به روح عمل کنی نمی ترسی چون میدونی دیگه ترس من و تو گناهه اگه تو مشکلات نامید میشی نامیدی رو اعلام نمی کنی قر نمیزنیم شکایت نمی کنیم چون میدونیم دیگه اعلام ناامیدی ها گناه ما میشه چون فرصت رو به شیطان میده لازم که ما فرزندان امید هستیم چرا باید ناامید باشیم بله زیرا خواهش جسم به خلاف روح است و خواهش روح به خلاف جسم و این دو با یکدیگر منازعه میکنن به طوری که آنچه میخواهید نمیکنید یه موقع هستش که ما تصور عضو میخوام تصور میکنیم نه بعد از اون همین الان من یه مشکل خیلی بدی هستم که شما اصلا نمیتونید فکرشو بکنیم من میگم دعا میکنیم دعا کن اون مشکل حل میشه برسو به چه تزمین میگم تزمین کلام خدا و روح القدس و این همه گواهی اتاق جنگ و من نمیدونم شما ایزان دیدید یا نه یه فیلم آمریکایی هستش که در رابطه با یک خانواده داره صحبت میکنه اگر اشتباه نکنم سال 2015 این فیلم رو ساختن از همینجا از یاسر عزیزم میخوام که این فیلم رو برای تلویزیون بذارن اتاق جنگ که بتونه به فیض خداوند باعث برکت باشه ولی برید ببینید لطفا این فیلم رو اونجا نشون میده یک زن و شوهری که یک بچه دختری رو دارن زن متوجه میشه که همسرش داره بهش خیانت میکنه و در کنار این تو بیزینسش هم داره اختلاس میکنه و داره دزدی میکنه وقتی که میاد تصمیم بگیره که با همسرش صحبت بکنه اتفاقی میفته با یک پیرزن ایماندار آشنا میشه اینا رو دارم عرض میکنم نه شما نرید فیلمو ببینید میخوام بگم هر کدوم ما یه جایگاهی داریم مثبت باش مفید باشیم هممون این پیرزن به عنوان یک ایماندار میاد به این نیاموزه میگه نه بحث میکنی نه باهاش صحبت میکنی برو در ابتدا دعا کن هر کجا میرفه دعا کنه نمیتونسته میگه یه اتاق برای خودت پیدا کن به میره اون اتاقی که کمد برای لباس و برای کفش و اینا بوده اونجا رو پیدا میکنه همه رو خالی میکنه و شروع میکنه اونجا دعا کردن و موضوعات دعا رو روی دیوار مینوشته یه مدتی میگذره ولی تو فیلم نشون میده دعا داره کار میکنه مرده داره ملزم میشه یه روز مرده وقتی میاد بره کفشاشو برداره میبینه هیچ چیزی نیست توی اون اتاق ولی به جاش کاغذای چسبیده خدایا همسر منو ببخش که داره من خیانت میکنه من اونو نمیخوام بجنگم من میخوام تو بجنگی برای همین اتاق جنگ میگه یه گوشه ای از خونه تو بذار اتاق جنگت بذار خدا ولی بجنگت تو دعا کن تو با دعا برو بجنگ و بعد بینه یه قسمت دیگه نوشته خدای همسر منو ببخش به او رحم کن چون داره اختلاس میکنه داره دزدی میکنه توی شرکتش این در ابتدا زیاد جدی نمیگیره بعد از یه مدتی اخراجش میکنن متوجه دزدیاش میشن و بعد میره تو همون اتاق زانو میزنه میگه خدای منو ببخش من به تو و خانوادم گناه کردم و تو همین مسیر توبه میکنه زندگی شبز میشه رو برکت میده بقیهش برید ببینید یه منتظر بقیهش نباشید دو ساعت فیلم که من نمیتونم تعریف کنم همچین دارید گوش میکنید این کار کلام دارن گوش میکنم دارم فیلم تعریف میکنم <تصفح> تشویقتون میکنم لطفا این فیلم رو برید ببینید اما باور کنید این حقیقت یک ایمان داره ما باید به عنوان ایمانداران ایمانداران دعا باشیم و با دعاهامون هستش که میتوانیم به فیض روح القدس کارهای بزرگی رو انجام بدیم بله بفرماد کاش کنم اما اگر از روح هدایت شدید زیر شریعت نیستید و اعمال جسم آشکار است یعنی زنا، فسق و ناپاکی، فجور، بتپرستی، جادوگری، دشمنی و نزا، کینه، خشم، تعصب، شقاق بدعت ها هستن پولس رسول داره قدم به قدم نسبت به امیال کهنه گذشته ای ما صحبت میکنه اینا که داره میگه من همشو داشتم من نمیم هر کسی با خودش رو راست باید باشه دیگه داشتم هنوزم بعضیاشو دارم هنوزم دارم میرم در حضور خدا توبه میکنم بارها دیدید که من در حضور شما هم توبه کردم گفتم خدایا منم گناهکار هستم با خون مسیح زندگی منو کفاره کن خواهم گفت کلام خداوند میگه اگر ما نگیم ما گناهکار هستیم خدا را دروغ میخواندیم پس اگر من به عنوان شبان شما هستم پنهانگری بکنم یه وای به حال شماها پس همیشه در حضور خدا بریم تقدیس کنیم خودمون رو پاک کنیم و از خدا بخوایم که قوت ما باشه که بر نفسمون پیروز بشیم بله حسد قتل مستی لحف و لعب امثال اینها که شما را خبر میدهم چنان که قبل از این دادم که کنندگان چنین کارها وارث ملکوت خدا نمیشون لاکن... اینها وارد ملکوت خدا نمیشن همون حلاکته عزیزان اما اینجا نخوندیم که بگه اگر عطا ندارید وارد نمیشید اگر به زبانها ها سخن نمیگی وارد نمیشید خیلی هوشیار باشیم کلیسای ما تعالیم کلام خدا رو میده اما هرگز رو کسی انقدر فشار نمیاریم پنجا نفرم نمیافتیم روش تون باش به یه زبانی صحبت کن که بالاخره یه زبان صحبت کرده باشی نمیکنیم ما این کارو یا نبوت بکنیم ما تعلیم میدیم دعا میکنیم تشویق میکنیم از خادمینی که من میدونم مس خدا رو دارن خواهش میکنم براتون دعا کنن کلاس ها میذاریم اما تو آزاد آفریده شدی حتی بعد از مسیح تو این آزادی رو داریم اما میخوای چیکار کنی از این آزادی میخوای چگونه استفاده کنی در مسیر ملکوت خدا و یعنی عوض میخوام هلاکت بله لکن ثمره روح محبت خوشی سلامتی حلم مهربانی نیکویی ایمان و تواضع و پرهیزگاری است که هیچ شریعت مانع چنین کارها نیست پس نگاه کنید تمام اون ویژگی که داره در غلاطیان 522 اینو حفظ کنید غلاطیان با هم بگیم 522 اینو حفظش کن چون این نو ریشه اصلی و ویژگی یک شخص سالم هست خوشبخت هست که روانشناسا دارن اون رو تعلیم میدن ولی اونا تعلیم میدن کار خوبی میکنن ولی روح القدس این رو به ما میده این قوت رو که در وجود ما باشه این نه ویژگی تا بتونه ویژگی های بهتری رو به ما بده نسبت به رابطه هامون زندگیمون نیاز هامون. تا زندگی خوب و سالمی رو داشته باشیم در نامه اول قرنتیان چهارده یک هم نیز اشاره میکنه میگه در پی محبت بکوشید اول میگه محبت محبت که روح القدس میده پس تلاش باید بکنید نمیتونی بی تفاوت باشی در پی محبت بکوشید سهمته و عطایای روحانی را به غیرت بطلبید یعنی جدی روزه بگیرید براش دعا کنید خصوصا اینکه نبوت کنید چرا میگه نبوت اینم هوشیار باشیم نبوت نه اینکه عطای نبوت ثواب بیشتری داره خیر نبوت میاد بنا کنه امید میده بشارت میدی داری نبوت میکنی باعث نجات یه نفر میشیم این امید رو به اون شخص خواهی داد منظور این هستش نه که فقط میگن آره من باید نبوت من نبوت ندارم عطای شفا دارم وای سر رسول اینو نگفته نه نبوت رو همه باید هم در امیدیه که به توسط روح القدس ما انتقال میدیم به دیگران بله میفرمودید و آنانی که از آن مسیح میباشند جسم را با هوسها و شهواتش مسلوب ساختند اگر به روح زیست کنیم به روح هم رفتار بکنیم لافزن مشویم تا یکدیگر را به خشم آوریم و بر یکدیگر حسد بریم آمین 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 ما به توسط روح القدس حقیقت خلقت را و خدا را و مسیح خداوند را میشناسیم آمین ما به توسط روح القدس شجاع حکیم صبور شاد مهربان و امیدوار خواهیم بود ما به توسط روح القدس خدمت پیروزمندانه داریم زندگی سالم داریم کلیسای بیدار و کلیسای زنده رو داریم همون گونه که اعمال رستان کش اعلام میکنه روی بورشورای شما عیزانم هست که لیکن چون روح دو سایت قوت خواهید داشت قوت یک زندگی خوب سالم اینکه بتونید وفادار به خداوند باشید و در مزمور 128 یک الا دو میگه خوشا به حال هر از خداوند میترسد یعنی اونو میشناسه ترس نیست شناخته تو کلام خدا و بر طریقهای او سالک می باشد یعنی آنچه که روح القدس و کلامش میگه عمل دستهای خود را خواهی خورد از روح القدس پر بشو ثمره اون رو نیز خواهی داشت خوشا به حال تو و سعادت با تو خواهد بود خوشیار باشیم مبادا فکر کنیم که آقا پنجاه سال از ایمانم گذشته چهار سال از ایمانم گذشته من کلیسا میرم کار خوبی میکنی دعا میکنم کار خوبی میکنی باید مدام از روح القدس پر بشی. چون نمیدونیم فردا هستیم یا نیستیم نمیدونیم واقعا برای همین هستش مدام از روح برد بشو مسیح هر آن خواهد آمد جایگاه خودت رو بدون نمیتونی بگی حالا امروز بی خیال دیگه حالا خداوند کلیسا رفتیم ده یکم دادیم خدمتم کردیم حالا با یه ذره میتونی تو دنیا یه حالی بکنیم نمیدونیم دوره برمیگردیم یا تو شانه یا اون تو دنیا گیر میکنیم. شخصی تو یک شرکت ساختمانی کار میکرد و تو اون شرکت وقتی سالها گذشته بود اومدن بهش گفتن که تو بازنشسته شدی باید بری و اینم خوشحال شد از اونجایی که تو اون شرکت سالها کار کرده و صاحب یه خونم نشده بود دل خوشی هم نداشت گفت باشه میرم بعد دوباره هیئت مدیریت اونجا تصمیم گرفتن که یه خونه دیگه این بسازه بد بره صداش کردن اما این اصلا راقب نبود گفت نه من دوست ندارم دیگه گفتن نه تو این خونه رو بساز بعد برو دیگه و ما بهت بازنشستگی تو میدیم دیگه تو باید این یکی هم بسازی اما چون رقبتی نداشت و اون رضایت هم نداشت خونه که بهش دادن با می بی میلی این خونه رو خوب نساخت و حتی وای نساد مسائل رو مثلا برفز در و پنجره و چیزایی که سفارش بده هر چی تو بازار ارزون بود همه رو خرید آورد سری هم درست کرد و اومد پیش رئیس شرکت گفت بفرمایید رئیس شرکت گفت چرا سری چجوری تو این تموم کرد گفت که من بازنشستم باید برم گفت باشه پس بریم خونه رو با هم ببینیم همین که اینا به هر راهی میشن برن توی دم در خونه رو ببینن میبینه که یه تابلو نوشته که این خانه برای توه و به تو هدیه شده از شرکت خود رئیس شرکت میگه این کلیت خونه مال توه ما خواستم از تو تقدیر کنیم وای 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 وای, وای. نکنه ما از این کارا بکنیم خدمت میکنی ده یک میدی آخرش خراب کنیم کلام خداوند اعلام میکنه هر کس که تا انتها صبر کرد پس با هوشیاری لطفا بازم میگم اگر از روح پر بشیم مطمئن باشیم که خداوند حافظ ما هست اجازه نمیده که بیگدار با آب بزنیم بریم آخرین آیه هم داشته باشیم نامه اول قرنتیان دو, دو دوازه الی لکن ما روح جهان را نیافته ایم بلکه آن روح که از خداست تا آنچه خدا به ما عطا فرموده است بدانیم آمین هرچی او گفته باشا توجیح نکن توجیح نکنیم لطفا کلام رو داریم روح القدس رو داریم معلمین خدا رو شک داریم کلیسه ها رو داریم که خوب بیاموزیم بله؟ که آنها را نیز بیان می کنیم نه به سخنان آموخته شده از حکمت انسان بلکه به آنچه روح القدس می آموزد و روحانی ها را با روحانی ها جمعی نماییم آمین آمین شاعر اعلام میکنه خداوند محبت گشت جاری در ایسا تا به او ایمان بیاری. کنیم باور که ایسا منجی ماست آمین طلب هرچه نمایی گویه داری مسیح گونه بیا شفاف گردیم تقدیس کنیم پاک کنیم خودمونو تا بذر عشق در دلها بکاری. چو ساکن گشت روحش در وجودت تو با فیضش نمایی آبیاری آمین <بز brainstorm> <مبز> هللویا با این قوت ادامه حیات بده و مطمئن باش که خداوند تو رو برکت میده نه بترس نه نگران باش از روحش پر شو و در مسیر راستی نیز زندگی کنی